بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: جزئیات حمله انفجاری جبهه آزادی بالای طالبان در ولایت بلخ، دستاورد بسیار بزرگ طالبان با کشور چین، اخراج بیشتر از 2000 مهاجر افغانستانی از پاکستان، و در ادامه این گزارش جزئیات گشتنی هواپیمای بدون سرنشین در آسمان هرات. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را دنبال کنید. جبهه آزادی مسئولیت حمله بر طالبان در مزار شریف را بر عهده گرفته است. جبهه آزادی افغانستان مسئولیت حمله بر پاسگاه طالبان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ را بر عهده گرفته است. جبهه آزادی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای نوشت است که این حمله شامی سه‌شنبه 10 دلو بر پاسگاه طالبان در شهرک خالد بن ولید در شهر مزار شریف انجام شده است. به گفته این جبهه، در نتیجه این حمله 4 جنگجوی طالبان را کشته و 2 جنگجوی دیگر گروه طالبان را زخمی کرده است. در این خبرنامه آمده است که طالبان از این پاسگاه برای بازرسی موتورهای شخصی استفاده کرده و به بهانه جستجوی نیروهای امنیتی سابق بر وسایط نقلیه مردم شلیک کرده و به آزار و اذیت مردم اقدام می‌کردند. این در حالی است که پیش از این نیز منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح این حملات را در مزار شریف اطلاع داده بودند. باید افزود که جبهه آزادی شب گذشته نیز بر 2 موضع طالبان در نقاط مختلف شهر کابل حملات انجام داده بود. این در حالی است که جبهه مقاومت ملی افغانستان دیروز بر یک موتور طالبان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار حمله انجام داده که در نتیجه یک جنگجوی طالبان را کشته و 2 جنگجوی دیگر گروه طالبان را زخمی کرده است. و گزارش دیگر این که وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیر طالبان در بیجینگ را پذیرفته است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه 10 دلو با نشر پیام در صفحه ایکس نوشت است که اعتمادنامه بلال کریمی به حیث سفیر و نماینده فوق‌العاده این گروه در بیجینگ پذیرفته شده است. با گفته او، کریمی در جریان این مراسم با وانگی وزیر امور خارجه چین نیز دیدار کرده است. این در حالی است که چندی پیش بلال کریمی اعتمادنامه اش را با هونگلی رئیس عمومی تشریفات وزارت امور خارجه چین سپرده و پذیرفته شده بود. قبلا جاو شینگ سفیر چین در کابل اعتبارنامه خود را در مراسمی به محمد حسن آخوند رئیس الوزراء طالبان نیز سپرده بود. و گزارش دیگر این که طی 5 روز گذشته بیشتر از 2000 پناهجوی اهل افغانستان از کشور پاکستان اخراج شدند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که از تاریخ 5 تا 9 دلو 2697 پناهجوی افغانستان از پاکستان اخراج شدند. سما تیوی سه‌شنبه 10 دلو نگاشته که با اخراج این پناهجویان، شمار کل پناهجویان بازگشته به افغانستان از آغاز روند اخراج آنها تا اکنون به 478300 تن رسیده است. به نوشته این رسانه پاکستانی، روند اخراج اجباری پناهجویان افغانستان از پاکستان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که چند روز پیش سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده بود که طی 4 ماه گذشته حدود 500200 پناهجوی افغانستانی از پاکستان به گونه اجباری و یا هم داوطلبانه به افغانستان برگشتند. و گزارش دیگر داریم از ولایت هرات، گشتزنی هواپیمای بدون سرنشین در آسمان هرات. منابع در هرات از گشتنی یک هواپیمای بدون سرنشین در آسمان این ولایت خبر داده است. منابع روز سه‌شنبه 10 دلو میگویند که از صبح روز گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین در آسمان هرات گشتنی میکند. منابع همچنان افزودند که هواپیمای بدون سرنشین تا ساعت بین عصر و شام امروز نیز در آسمان هرات گشتنی داشته است. تا اکنون معلوم نیست که این هواپیما از کجا و چگونه وارد حریم هوایی افغانستان شده است. طالبان در هرات نیز در این مورد با رسانه‌ها چیزی نگفته است. باید افزود که در جریان 2 سال گذشته از گشتنی هواپیمای بدون سرنشین در چندین ولایت افغانستان گزارش شده است. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبرهای مهم امروز چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.